سلام بچه ها، میتونم ازتون خواهش کنم چند لحظه بشینین و به داستانی که براتون تعریف میکنم گوش بدین؟ به خاطر من کتک خورد، قسمت اول. تعطیلات تموم شده بود، چه بد. ولی سال تحصیلی قرار نبود خسته کننده باشه. دانش آموزای مدرسه درخت بلوط در کنار هم در گروه های کوچک قرار گرفته بودن. لباساشون قدیمی بود، البته اون زمان همه چیز به همین شکل بود، ولی اونا خیلی از خود راضی بودن، به خصوص سپنتا. هر چیزی که میگفت بقیه انجام میدادن. گوش کنید، وقتی معلم جدید اومد و مثل یک کله گنده رفتار کرد، یعنی تو یه چشم هم زدن از اینجا میره. ما تا حالا سه تاشون رو بیرون کردیم، این یکی هم زیاد اینجا نمیمونه. با اینکه ما خیلی حرف گوش کنیم و عاشق یادگیری، ولی هیچ کس از پس ما بر نمیاد. بچه ها اومد، سری بریم سر کلاس ببینم اون اصلا چطور شده که اومده به مدرسه ما. مدیر گفت خود اون رو به اینجا فرستاده. ما کاری میکنیم که به خواست خودش بره. زنگ مدرسه به صدا در میاد. سپنتا و دوستاش ردیف عقب نشستن، با کنجکاوی منتظرن تا ببینن چه اتفاقی میافته. معلم وارد کلاس میشه و با خوشحالی به اطراف نگاه میکنه. صبح بخیر دخترا و پسرا، امسال قراره همراه هم باشیم و سال تحصیلی خوبی خواهیم داشت، پس یه شروع خوب احتیاج داریم. لطفاً بلند شید، میخواییم دعا کنیم. دعا؟ زبون بچه ها بند اومده بود. سپنتا به حدی شوکه شده بود که به طور ناخودآگاه وایساد و دستاشو برای دعا بلند کرد. عیسی مسیح، کمک کن که همه چیز خوب پیش بره و سال خوبی در کنار هم داشته باشیم. ممنون به خاطر تک تک دانش آموزان. برای همه دعا می کنم که تو رو بشناسن، چون که تو همشونو دوست داری. آمین. آمین. دانش آموزا معنی اونو متوجه نشدن، اما این دعا قلبشونو باز کرد. معلم می خواست که اونها عیسی رو بشناسن، چون اونا رو دوست داشت. اونا قبلا هیچ وقت همچین چیزی رو نشنیده بودن. اونا زمان زیادی نداشتن تا به این مسئله فکر کنن. هنوز از شوک اول در نیومد بودند که مورد دوم اتفاق افتاد. چی بود؟ بهتون نمیگم، توی برنامه بعدی ادامهش براتون تعریف میکنم. هرچه جان دارد خداوند را بستاید. هللویا.